سلام به برنامه نگاه سیاسی روز خوش آمدید. تنها دو روز پس از اعلام رسمی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد را به دادگاه کیفری احضار کرد. تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس دولت 5 آذر سال 92، حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و 4 ماه پس از پایان مسئولیت 8 ساله او تعیین شده است. همزمان با انتشار خبر احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه به دلیل شکایت رئیس مجلس، 225 نماینده مجلس در بیانیه‌ای برای تحقق برنامه‌های روحانی اعلام آمادگی کردند. نمایندگانی که در زمانی نه چندان دور از هواداران دولت احمدی نژاد به شمار می آمدند. از سوی دیگر روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش و در پاسخ به کسی که خود را احمدی نژادی می خواند درباره تغییرات در دولت و نحوه رفتار با منتقدان گفت: در برابر مدیران شایسته تواضع و از آنها استفاده می کند. اما به کنایه گفت اگر کسی اتوبوسی و بدون بلیط آمده باشد خودش بلیط نگرفته است. گویا باید بر همه خطاهای بزرگ و جبران ناپذیر احمدی نژاد خطای بزرگ اعتماد به رهبر جمهوری اسلامی را نیز افزود. او گمان می کرد به عنوان رئیس دولت می تواند در پاره ای از امور اختیاراتی داشته باشد، اما در نخستین مخالفت ها به انحراف متهم و از دربار ولایت طرد شد و 11 روز قهر و خانه نشینیش هم فایده ای نداشت. پروژه های دیگر او مانند غرب ستیزی در خارج و سیاست افزایش جمعیت در داخل نیز اگر دنبال شدند به این سبب بود که خامنه ای می خواست. این نشان می‌دهد که نباید تعامل اضطراری با رهبری را با اعتماد آگاهانه و اختیاری به او اشتباه گرفت. این تجربه تاریخی همچنین نشان می‌دهد که رهبری و سپاه حتی نزدیکترین یارانشان را به پای اقتدارگرایی خود قربانی کردند. آیا رئیس جمهور منتخب از این سرنوشت عبرت خواهد گرفت؟ باید برای پاسخ به این پرسش منتظر زمان ماند.